قیسی یک درمان طبیعی برای دیابت و پاکسازی گوارش، مفید برای قلب و جوان کردن کبد. قیسی از خشک شدن زردآلو درست میشه. بنابراین ابتدا به سراغ اطلاعات تغذیه‌ای مربوط به زردآلو میریم و سپس درباره قیسی نیز بررسی‌هایی خواهیم داشت. این میوه منبع مناسبی از بتاکاروتن، لوتئین و زاکسانتینه که همگی آنتی اکسیدان‌های قدرتمندی هستند که به مبارزه با رادیکال‌های آزاد در بدن شما کمک می‌کنند. درمان دیابت. زردآلو کالری و کربوهیدرات کاملا پایینی داره که برای دیابتی ها مفیده و میتونه بخشی از رژیم غذایی افراد دیابتی باشه. فیبر زردآلو میتونه سطح قند خون رو تنظیم کنه. همچنین شاخص گلیسمتیک پایینی داره، به این معنی که اثر پایدار بر روی سطح قند خون داره. زردآلو غنی از ویتامین ای که به عنوان آنتی اکسیدان عمل میکنه و سطح قند خون رو بهبود میبخشه. وجود فیبر در زردآلو باعث اعمال برخی از اثرات مفید زردآلو بر سطح قند خون میشه. یک فنجان زردآلوی تازه خرد شده حاوی 3 گرم فیبر خوراکیه، در حالی که نصف فنجان زردآلوی خرد شده دارای 4.7 گرم فیبره. هر وعده غذایی زردآلوی خشک 18% از نیاز روزانه فیبر برای زنان و 12% از نیاز روزانه آقایان به فیبر رو تأمین میکنه. ویتامین ای موجود در زردآلوهای تازه و خشک شده یا همان قیسی نیز در تأثیر اونها بر سطح قند خون در برخی از افراد نقش داره. ویتامین ای به عنوان یک آنتی اکسیدان عمل میکنه و رژیم غذایی سرشار از آنتی اکسیدان ها به بهبود میزان قند خون برای مبتلایان به دیابت نوع 2 کمک میکنه. مصرف یک نصف فنجان قیسی باعث افزایش 3 میلی گرم ویتامین ای در بدن میشه و 19% از میزان روزانه توصیه شده برای مصرف این ویتامین رو تأمین میکنه. یک فنجان زردآلوی خرد شده تازه حاوی 1.5 میلی گرم ویتامین ای یا 10% از میزان توصیه شده برای مصرف روزانه آن است. مصرف بیشتر زردآلو. قیسی به خودی خود یک میان وعده سیر کننده برای شماست و به خوبی با آجیل و دانه ها نیز ترکیب میشه و در نتیجه میان وعده بسیار مفید و بسیار خوشمزه برای شما خواهد بود. قیسی همچنین برای استفاده در ترکیبات سالاد نیز یک گزینه مناسبه. قیسی، پیازچه، نعنای تازه، سرکه و آب پرتقال رو برای تهیه سالادی با فیبر بالا که به تنظیم قند خونتون کمک میکنه با هم ترکیب کنید. زردآلوهای تازه رو میتوان به تنهایی مصرف کرد یا میتوان برش های نازکی از اون رو همراه با کره بادام زمینی و نان توست غلات کامل برای داشتن یک صبحانه سالم استفاده کرد. فیبر رژیمی. قیسی منبع عالی از فیبر غذایی به ویژه پکتین و سلولوزه که این نوع فیبر در محیط آبی دستگاه گوارش ژل تشکیل داده و به اسیدهای چرب متصل میشه و باعث دفع اونها میشه. این ویژگی فیبرها به اونها توانایی کاهش سطوح افزایش یافته LDL و کلسترول رو میده. به علاوه فیبرها برای پیشگیری از سرطان و دیابت نوع 2 مفید هستند. فیبرها باعث بهبود عملکرد دستگاه گوارش میشن و انتقال مواد دفعی در لوله گوارش رو تسهیل میکنن، چون خاصیت ملین داشته و برای افرادی که مستعد یبوست هستند مفید میباشند. مصرف 6 تا 8 عدد قیسی باعث از بین رفتن علائم یبوست میشه. نصف فنجان قیسی 19% از نیاز روزانه به فیبر رو فراهم میکنه.
قیسی علاوه بر ویتامین های گفته شده، حاوی سطوح بالای آنتی اکسیدان هست. مطالعات نشون میدن که میوه‌جات رسیده نسبت به میوه‌جاتی که به طور کامل نرسیدند، آنتی اکسیدان بالاتری دارند. بنابراین قبل از خشک کردن زردآلو، برای تهیه قیسی از رسیده بودن اون اطمینان حاصل کنید. آهن. قیسی نسبت به زردآلوی تازه منبع مهمتری از آهن محسوب میشه. رژیم متشکل از انواع متنوعی از غذاهای غنی از آهن به پیشگیری از کمخونی ناشی از فقر آهن که طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت شایع ترین مشکل تغذیه‌ای در جهانه کمک میکنه. نصف فنجان قیسی 10% از نیاز روزانه به آهن رو تأمین میکنه. ویتامین آ. فواید ویتامین آ شامل بهبودی در بینایی، تنظیم عملکرد سلولی، رشد استخوان و تقویت سیستم ایمنی و نیز پیشگیری از سرطانه. ویتامین C. ویتامین C ویتامین ضروری با فعالیت آنتی اکسیدانی است که سلول ها رو از اکسیداسیون حفظ میکنه و باعث حذف رادیکال های آزاد که عامل سرطانن میگردد. ویتامین C برای سلامت دندان، استخوان، پوست، بافت کمک به جذب آهن و حفاظت در برابر سرماخوردگی و آنفولانزا مفیده. ویتامین K. این ویتامین کلسیوم رو در اعمالی مثل حفظ سلامت استخوان، دندان و غضروف کمک میکنه. همچنین ویتامین کا به ایجاد لخته خون در طول آسیب دیدگی برای پیشگیری از خونریزی کمک میکنه. یک فنجان قیسی روزانه 4 میکروگرم ویتامین کا تأمین میکنه که میتوان بخشی از نیاز روزانه به این ویتامین رو فراهم آورد. کلسیوم این ماده معدنی برای حفظ استخوان، دندان و غضروف نیازه. پوکی استخوان یک مشکل رایج در میان زنان مسنه. این بیماری با مصرف کلسیم طبق توصیه سفارش شده در روز قابل پیشگیری است. 100 گرم قیسی در حدود 53.44 میلی گرم کلسیم تأمین میکنه. جلوگیری از آسیب کبد. زردآلو میتونه از آسیب کبد جلوگیری کرده و از علائم بیماری چربی کبد محافظت کنه. جالب‌تر این که زردآلو در بازسازی کبد مؤثره.